درسته. باری که الان پریسا خیلی خوبه. دفتر چه روی میز نیست؟ اینه دفترت؟ اینه؟ چرا پاره است؟ چقدر کثیفه. پریسا دفترتو بده ببینم. تو از روی پریسا نوشتی یا اون از رو تو؟ خب معلومه دیگه. مینا بازم؟ گفتم بازم؟ خودم حل کردیم. دروغ نگو، کور که نیستم. هم حل مسئله هم غلطاتون عیناً همه. من با تو چی کار کنم مینا؟ آخه نداره. خنده خود خودم حل کردیم. هم دروغ میگی هم قسم دروغ میخوری؟ دیگه هیچ بهانه‌ای رو قبول نمی‌کنم. چند بار گفتم برگاهی امتحانی تو پدر مادرت باید امضا کنن بیاری؟ بچه‌ها گفتم یا نگفتم؟ آخه نداره. دیگه نمی‌خوام یه کلمه ازت بشنوم. باز لابد می‌خوای دروغ سرهم کنی. مامانم مریض بوده، بابام شهرستانه. مینا من با تو چیکار کنم ها؟ چرا اینقدر دروغ میگی؟ به به، نابغه ریاضی هم که اینجا نشسته. حالا وقتی فرستادم یه کلاس پایین تر، اون وقت میفهمی تکلیف شب یعنی چی؟ بیا تا یه چیزی هم میگی زود اشکاشون سرازیر میشه. خودتو لوس نکن، اشکاتو پاک کن. گفتم اشکاتو پاک کن، منو نگاه کن. مینا، منو نگاه کن. اشکاتو پاک کن. من واسه خودت میگم، میخوام یه چیزی یاد بگیری. من مادرشم خانم بود، برای کار بود نتونست بگیم. خانم لکی، دختر شما فقط 10 سالش. با صحبتهایی که من با دخترتون داشتم متوجه شدم شما خیلی باهاش تند رفتار میکنی. خب طبیعیه که اون از خونه گریزون باشه. قربون شکل ماهتون. من مشاورم. خانم مشاور. قربون شکل ماهتون. ببین دستم همینجوری داره میلرزه. آخه این دختر برپریده اومده پیش شما از من شکایت کرده. اصلا بحث خدا شکایت نیست. خدا شاهده. از صبح تا شب همه کارهای خونه رو میرسم. نمیذارم این دختر دست به سیاه و سفید بزنه. ببینید دختر شما به محبت شما. محبت چیه خانم جان؟ محبت چیه؟ ها؟ پدرش که از صبح تا شب تو کارخونه زحمت میکشه. منم ببین اینا همه پولا رو آوردم چیکار کنم؟ مادر سبزی، باقالی، لوبیا میخرم، اینا رو پاک میکنم میدم مردم. پول میگیرم دفتر مداد، اینا رو کی میخره؟ محبت چیه ها؟ لباسشون من میشورم، رخت خواب شما اجازه بدید. اجازه بدید. خسته و مرده شب میگیرم به من. ببینید بچه‌ها مسئول موقعیت شما نیستن. ما بچه بودیم اینجوری با ما رفتار میشد؟ خب بچه ها امروز فرق میکنن. بچه ها امروز آگاه ترن. بچه نباید احساس مسئولیت کنه تو خونه؟ اگر شما ارتباط درست با دخترتون برقرار نکنید اون تکیه گاهشو بیرون از خونه جسته جسته. ارتباط درست چیه؟ شما فکر میکنید من بچه همو میزنم؟ خدا شاهده اگه دست روش بلند کنم. اصلا بحث زدن نیست اجازه بدید. باباش کارگره، خسته از حتما اومده شکایت کرده گفته برای میزنم. باباش کارگره، مرد هرس داره میدونی. آخه من 3 تا دختر دارم، من بچه دار پسر یعنی سردار نشدم. به خاطر همین باباش گاهی اوقات هرسش رو سر بچه‌ها داره. خیلی خوب خانم، منم خیلی خوب. خیلی خوب، به من اجازه بدید. بله اجازه. خواهش می‌کنم. حسن کنیم بیشتر بشیم آقا. بزن دست این با این کارو نکنید. خواهش میکنم. دیگه جون شما جون این بود. حتما. خدا نگه دار. چطوری مریم جون؟ خوب نیستم. راستش خیلی بعدا. چی شده؟ از دست خودم از سواریه. میتونم کمکت کنم؟ آره. ببین خانم عزتی گفت تو امروز میری سر کلاس 3-3 به جای معلم علوم. آره. پس کندکاری منو ماسمالی کن. چه گندی زدی؟ نمیدونم، یه دختری از سر اون کلاس به نام مینا اکبری، نمیدونم میشناسیش. من امروز خیلی بد باش رفتار کردم، یه جوری از دلش در بیار. چی شده بود؟ ببین تکالیف ریاضیش رو درست انجام نمیده، از رو دست این و اون مینویسه.
تقلب میکنه. خب منم به تبع باید تنبیهش کردی؟ نه، فقط گفتم میفرستم دیگه کلاس پایین تر. خب این ما چی کار میکردم؟ آخه تکالیفشو درست انجام نمیده. هر موقع میگم پدر مادرت باید بیان مدرسه، ازشون خبری نیست. مثل که اصلا یادداشتای منو به اونا نمیده. برای اینکه هر دوشون فوت کردن. چی؟ مینا اکبری با مادر بزرگش زندگی میکنه که یه خانم پیر و بی سواده. آخه همیشه به من میگه مامانم مریضه، پدرم سفره. متاسفانه اونا رو توی زلزله بم از دست داده. یعنی پس برای چی به من دروغ میگه؟ یه دروغ کوچولو، برای اینکه از خودش دفاع کنه. وای چقدر وحشتناک. ببین من با این بچه کوچولو چجوری رفتار کردم؟ من فقط خواستم کمکش کنم. خدا هیچ قصد دیگه ای نداشتم. وای من چقدر بچه هستم. نه خودتو شماتت نکن، همه ای ما اینجوری بزرگ شدیم. در مورد تو نمیدونم، ولی خود من با این جملات بزرگ شدم که اگه این کارو بکنی وای به حالت، یا حقت بود این بلا سرت بیاد، یا ما این کارو به صلاح تو میکنیم. کلماتی که نه تنها به من کمک نمیکرد، بلکه عصبانی میکرد و یه جوری تحریکم کرد که انتقام بگیرم. همیشه پیش خودم میگفتم ای کاش از شما بزرگتر بودم و حقتون رو کف دستتون میذاشتم. ولی باز روز از نو، روزی از نو. احتمالاً تو هم با همین روش بزرگ شدی و طبعاً همون رفتاری رو میکنی که با تو شده. میدونی ما قاضیایی هستیم که بدون اینکه همه چیز رو بدونیم قضاوت میکنیم. آره من هم همینجوری بزرگ شدم. وای نوشی باید امروز اونجا بودی میدیدی بچه چه جوری منو با نفرت نگاه میکرد. بابا من یه نفرم، اونا 30 نفر. اگه تنبیهشون نکنم از سر و کولم بالا میرن. هم دروغ گفته بود، هم تقلب کرده بود. خب من چی کار میکردم؟ ببین، تقلب یک عکس العمل دفاعیه که نظام تربیتی ما باعث اون میشه. بچه مجبور بوده تقلب کنه و از رو دست هم کلاسیش بنویسه. چون اگه این کارو نمیکرد، تنبیه بیشتری در انتظارش بود. اونجا رو نگاه کن. دیگه نبینم ما. اگر نه پرونده تو میدم زیر بغلت، مامانت هم خبر نمی کنم، میندازمت از مدرسه بیرون. میبینی؟ در واقع رفتار ما باعث میشه که بچه ها دروغ بگن. دیگه نبینم مقنعت اینجوری لک داره. به نظر من تنبیه مانع از عمل خلاف نمیشه، بلکه باعث میشه فرد خلافکار محتاط‌تر عمل کنه و در پنهان کردن ردپا ماهرتر. بچه که تنبیه میشه تصمیم میگیره دقیق تر عمل کنه، نه درست تر و مسئول تر. من با یه حرفت موافق نیستم. اینه یه مش تئوریه. ببخشیدا، ما که بچه بودیم واسه تنبیهمون کتکمونم میزدن، ولی حالا چه مون شده؟ هیچی، سعی و ساله. برای همینه وقتی بچه ها برای درد دل میان سراغ من، شما رو قلبیابونی صدا میزنن. عوضش تو رو فرشته آسمانی صدا میزنن. مال اینه که شوهر نکردی، بچه نداری، اونم چی؟ 3 تا. یعنی اگه شما شوهر بچه نداشتین فرشته آسمونی میشدین؟ وای 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 از دست زبون تو. بله بفرمایید. چی شده؟ ببخشید یکی از بچه‌ها تو کلاس لوازم آموزشی بود. آفرین. کینا رضایی حتما میشناسمش. آفرین، چشمم روشن. بفرمایید. برید. برگردیم سر بحث. ببین این یه مش تئوری نیست. اینا حاصل یک عمر بررسی علمیه. من فکر میکنم ما میتونیم روش بهتری رو به کار ببریم، روشی مناسب با بچه‌های امروز. یعنی به جای اینکه شخصیتشون رو خرد کنیم، بهشون پروبال بدیم، احساس خوب ایجاد کنیم. مریم جون باور کن اون وقت درس هم بهتر یاد میگیرن. منظورت اینه که من 30 تا بچه رو باید بشناسم و روانشناسی کنم؟ خب این توقع زیادیه، ولی میتونی یه سری مسائل عمومی رو رعایت کنی. یه چیزی رو نمیفهمم، چرا مینا اکبری راجع به پدر مادرش به من دروغ گفته؟ چرا نگفته اونا رو توی زلزله از دست داده؟
برای اینکه از خودش دفاع کنه. اون ترجیح میده یک مادر پدر خیالی داشته باشه تا یک مادر بزرگ پیر و بی‌سواد. دروغ گفتن بچه‌ها در واقع برخورد با رفتارهای زورگویانه و توقعات بزرگسالانه ماست. میدونی مریم جون، من بچه‌هایی رو میشناسم برای اینکه خبرچینی نکنن دروغ میگن. همه ما تحت شرایط خاصی دروغ گفتیم. خودت تو به آخرین دروغی که گفتی فکر کن. چی بود؟ یا دلیل دروغت چی بود؟ برای اینکه وجهه خودت رو حفظ کنی یا میترسیدی غرور و اعتماد به نفست رو از دست بدی؟ وقتی ما یه دروغ کوچیک و بی اهمیتی از یه بچه میشنویم به شدت عصبانی میشیم. در صورت اینکه باید بیایم فکر کنیم بچه چرا دروغ میگه. در واقعیت اینه که ما اونو در شرایطی قرار میدیم که دروغ بگه. شرایطی که ریشه در ترس کودکان داره. ترس از اینکه محبت معلم یا والدینشون از دست بدن. یه مورد توجه قرار نگیرن یا حتی تنبیه بشن. من باید برم. نتیجه بحث و گفتگو کلاس 3 بمونه برای فردا. مخصوصا مینا اکبر. تو چطور نگاه میکنی؟ خانم من نگاه نمیکنم، اما بچه ها برامون تعریف میکنن. خانم باباشو نمیذاره نگاه کنه. تو هم مثل دخترای خوب گوش بید. حالا چرا نمیذاره نگاه کنی؟ میگه درد آموزه. باریکلا به تو که حرفشو گوش میدی؟ همچین گوشم نمیده، بالاخره یه راهی پیدا میکنم. مثلا چه راهی؟ خانم اجازه؟ مثلا به مامان باباش کلک میزنه که بره سر کوچه نون بخره، اما میاد خونه ما تکرارشو میبینه. خانم بعضی موقع هم خونه ما زنگ میزنه، من گوشه رو میز تلویزیون میزنم گوش میده. سریال تلویزیون رو گوش میده؟ بله خانم. اون وقت بابات نمیگه چرا انقدر پای تلفنی؟ نه، یه دروغی سر هم میکنی. مثلا چی؟ مثلا اینکه سال علومی آدم رفته یا داریم به دوستمون دیکته میگی. یعنی بابات نمیفهمه؟ نه. چرا یه روزی بس که پای تلفنی؟ دارم دکته میگم. به کی؟ به دوستم شهناز. گوشی رو بده میخوام باش حرف بزنم. مگه با تو نیستم؟ گوشی رو بده میخوام باش حرف بزنم. وای آدم کتک، وای بر روزی که دارم دروغ میگی؟ بازم افتاشو تلفن برای مسخره رو گوش میگردی؟ بعدش چی شد؟ بعدش از اون موقع پروژه های نون خریدن، دفترم جا مونده، شیر خریدن رو شروع کردم. فکر میکنی کار درستی کردی؟ نمیدونم، من که دروغ نمیگم، دارم کلک میزنم. بعدش هم میری جهنم. دروغ مصلحتی گفتن و کلک زدن جهنم نداره که. خانم آدم که دروغی بگه میره جهنم. مگه تو هم دروغ میگی؟ خیلی نه، یه بار دروغ گفتم گندش درومه. خب برامون تعریف کن. خانم آخه آبرون میره. تقصیر خانم دیازیمون بود. چطور؟ بلومون داد. چجوری؟ خانم سر کوچه‌مون یه مغازه دوچرخه فروشی بود. حسابی عاشق یه دونه از این دوچرخه‌ها شده بودم. هرچی هم به بابا میگفتن میگفت نه که نه، باید دیازی تو بیش شیده برات بخرم. آخه میدونین خانم کیه؟ من اصلا نمیتونم ریاضیمو بیش شیم. یه روزم خانممون با ورقای امتحانی اومده بود سر کلاسمون. وای دل تو دلم نبود که ببینم نمرم چند شده. بچه ها یه تعدادیتون زیر 12 شدین. چرا اینقدر کلاس شلوغه؟ بعد از این هفته 2 روز
هفته صبح بیاین براتون کلاسای تقویتی گذاشتم. چه زود، هفته صبح. بله هفته صبح، مخصوصا شما. بیس شدی. خب میرسیم به شادی خانم. شادی خانم شما 9:30 شدی ولی من با ارفاق بهت 10 دادم. اما اگه یک بار دیگه اتفاق بیفته از ارفاق خبری نیست. با هم بیس شدی. خانم اینجا چی نوشته؟ نوشته برای بافتای فرسوده تهران میخوان اوراق مشارکت بپوشن برای نوسازی شون. فکر خوبی ها؟ بله، منشانت که اوقع نمیدن. حتما تو جلسه نمیدن. شاید یه سری از اوراق خریدیم. تهران هم که ماشالله همه جاش فرسوده هستیم. بابا بابا بعد قولی که دادی عمل کنی. چه قولی عزیزم؟ دوچرخه. این آقلام 20 گرفتی؟ آره تو ریاضی؟ یه 20 کله گنده. قربونت برم من. چشم. فردا بعد از مدرسه میریم وسط دوچرخه می‌خرم. فقط دلم می‌خواد به بابات قول بدی بزرگ شدی عین بابات مهندس بشی. اون موقع وسط ماشین می‌خرم. قول میدی؟ باشه. قربونت برم من. بده من یه چیزی تو. مامان خانممون گفته که کسایی که 20 شده هفته صبح بیان به بچه‌هایی که یه ذره یادی که زنگ بیده این درست یاد بده گفتی. آخه خانم خیلی اون دوچرخه رو دوست داشتم. بابام هم هی برای من شرط میذاشت. میگفت اگر 20 نشی برات دوچرخه رو نمیخرم. خانم حداقل اگر 15 بود شاید میتونستم ولی 20 برای من خیلی زیاده. خانم میدونین چیه؟ من اصلا استعداد ریاضی ندارم. ولی عوضش هم نقاشیم خوبه هم همیشه دیکته هم 20ه. ولی خانم پدرم میگه باید حتما ریاضی 20ه. چون در آینده میخوای مهندس بشی. خانم تا حالا نشده یک بار بشینه با من ریاضی تمرین کنه. تازه خانم ثانی هم بد اخلاقه هم با من خیلی لجه. خانم یه بار یه دروغی گفتیم هیچ هم رو نرفتیم. به به میبینم همه یه دروغ گویان عالم اینجا جمعن. آره پس چه خانم بسید که من دروغ گوی بزرگی من باریکلا. مینا جون شما چطور؟ خانم اون که همه چیز چاخانه. مینا تو هم دروغ میگی؟ آره 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 خانم به خانم سانه دروغ گفته بود که من ریاضیم خودم نوشتم اما از رو دست یکی از دوستاش نوشته بود. فوزولی بردن جهنم گفت هیزومش تره؟ نه خیلی دروغو رو بردن جهنم. تو مربوط نیست. تازه خانم بخواد چون که تنبله میخوام برنش کلاس دوم. بچه مینا اصلا قرار نیست بره کلاس دوم. خانم ثانی با من حرف زد قراره که مینا جون بیشتر سعی کنه و مسائلش رو خودش حل کنه. منم با خانم ثانی صحبت میکنم که با مینا جون بیشتر کار کنه. خانم خب نمیشه شما با من ریاضی کار کنی؟ چرا نمیشه عزیز دلم؟ خانم اگه اینطور
بریه با منم ریاضی کار کنی. من از مینا هم دروغ‌ترم. جدی؟ بله، من روزی 10 تا دروغ شاخدار میگم. حالا واقعا آدم شاخ در میاره؟ بله، اونم شاخهای گونده. اینکه هنر نیست، هم کار بد میکنی هم پوزشو میدی. چه خوب است که از راستی اسب تازیم و صداقت دور شویم و خودعه و نیرنگ سازیم. اندکی خجل شویم و شرم کنیم، بر دروغ و جهل خود دیگر ننازیم. بچه های گلم، هیچی بهتر از راستگویی نیست. خانم اجازه، اگه راستگویی ما باعث بشه یه نفر کتک بخوره اون وقت چی؟ منظوره چیه؟ خانم آخه ما دیروز یه دروغی گفتیم، هیچ هم ازش ناراحت نیستیم. دوست داری تعریف کنی؟ نه، بعداً بهتون خصوصی میگم. برش هم میبرم جهنم. هیچ هم نمیرم جهنم، چون من یه دروغ مصلحتی گفتم. خانم عزیزه، منم یه دروغ مصلحتی گفتم. میخوای بگی یا بعداً میخوای خصوصی بگی؟ تعریف میکنم. خب بگو. خانم من عاشق جمع کردن آدمسای ناز خوشگل ما رنگ و رنگ جورواجور هستم. آخه فکرشو بکنید، آدمسای رنگ و رنگ و خوشگل ما ها جمع کنید بغل هم دیگه. چیکار میکردی؟ داشتم کشم رو مرتب میکردم. فکر کنم یادت رفته این هفته پول تو جیبی مریم رو بهش بدی. نه اتفاقا دیروز بهش دادم. اه پس چرا امروز از من پول خواست؟ اتفاقا منم میخوام. تو دیگه چی میگی؟ اینقدر به اون سیب زمینی ناخنک نزن. چی؟ خب منم پول لازم دارم. تو که بهش ندادی؟ نه گفتم اول از تو بپرسم. تو اتاقش که رفتم در کشوشو بس و قفلش کرد. من یه چیزی توش قایم کرده. آره منم فکر میکنم یه چیزایی میخره اونجا قایم میکنه. نمیدونم چی تو اون کشوه که نمیخواد من ببینم. خب یعنی چی؟ ما نباید بفهمیم که چی اون توه؟ ما سلامتی پدر مادرش ایمون. آخه چطوری؟ نمیشه که بهش زور گفت. میشه هم بهش گیر ندین؟ شما لطفا دخالت نکنید. بفهم. خب بالاخره باید بفهمیم کلیدشو کجا میذاره؟ فکر کنم با خودش میبره مدرسه. من چند دفعه اتاقشو گشتم. نه پیداش میکنم. لقمه برام گرفته بودی. خب بشین چایی تو بخور. نمیتونم دیر آب شدم. تا دختر گلم یه لقمه بخوره ما مردم میریم ماشین رو گرم میکنیم. سلام. صبح بخیر. سلام. مریم خانم میشه به مادرت بگی پول برای چی میخواستی؟ بابا که میگه پول تو جیبی تو قبلا گرفتی. راست میگم. یادم رفت. دیگه نمیخوام. من میدونم هر چی که هست مربوط به اون کشوه. کدوم کشو؟ همونی که درش همیشه قفله. چی اون توئه که نمیخوای من بدونم؟ هیچی. نمیخوای به مامی بگی؟ واقعا هیچی نیست. اگه منو دوست داری بگو. راستش مامی من میخوام که بلوجو بیامو جمع کنم. بریم وسایل باربی بخریم. خدا حافظ. اینطوری شد
شد که دروغ گفتم. خانم اون کشوی منه، دوست ندارم کسی بفهمه تو اون کشو چیه. اگه میدیدن چی میشد؟ منظورم اینه که اگه راستشو میگفتی چی میشد؟ پول تو جیبی ما قطع میکردن، دعوا میکردن، به من میگفتن تو دختر بیعقلی که آدم جمع میکنی. خانم مگه من کشوی بابامو باز میکنم که اون میخواد کشوی منو باز کنه؟ ولی خانم من کشوی مستوالت مامانم باز میکنم، چون اصلا گفت نیست. خانم اجازه، ما وقتی مامانم خونه نیست کفش پاشنه بلندی تو پاپ میکنم. منم لاکاشو میزنم به دستم. خیلی خب بچه ها، شیطونی بسه، ما داریم بحث جدی میکنیم. خانم از وقتی که ما میرسیم خونه انقدر خسته ایم، وقتی که مامان ما رو صدا میزنه برای کاری، ما خودمون رو به نشیدن میزنیم. این دروغیه. نمیدونم خانم، ولی با علکی بگی باشه، ولی اصلا انجام نمیدی. هیچ کس هم بگی. خانم اجازه، ولی من یه دروغ گفتم و حسابی به خاطرش تنبیه شدم. جدی؟ بله خانم، آخه میتونین همش تقصیر مامانم بود. یه روز خانم همسایه اومد خونمون. سلام علیکم، حال شما خوب هستی؟ بفرمایید تو. بفرمایید شما، زنگ نمیشم دیر کردم. خواهش می‌کنم دکتر، حوصله‌اش سر میره. اگه ممکن چند ساعت پیش شما باشه عصر بیام ببرم. خواهش می‌کنم. فرضاً خیلی خوشحال میشه. سلام دخترم، خوبی؟ موضوع بخواید شیطونی نکنی. قربان شما، باید خدا. خدا. خوبی؟ بله. من دفتر نقاشیمو بردم که با همه نقاشی بکنم. باید حساب کنم اول شعرمو حفظ کنم، بعد با همه نقاشی. فرشته بیا اینجا بشی. خب خب بشین بچه جون. فرشته جون چیزی کاری از نه؟ ببین من یه نقاشی دارم، باید پاش کنم تام شد. باش. من چه خوشگاه فردوسی پاکزاد که رحمت در آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کشد، که جان دارد و جان شیرین خوش است. مامان ببین درست سفت میکنم یا نه؟ بگو. پریسا، همه این رو خودت کشیدی؟ بله. سلام علی. سلام، حالا شما چه؟ سب کن دخترم، چرا اینجوری؟ من نمیخواهم. بذار مامان نقاشیت رو ببینه. بذار مامان نقاشیت رو ببینه. اینا رو یه قصه نگاه کن. دیدی نقاشیشو؟ دیده ببینم بلا. خب، زنگ بزنم. یادم رفتیم. این که نقاشیت فرشته دختر سلام مجدیه. خیلی بدید. وایسا ببینم، دختر یه دروغگو.
اون شب یه ساعت گریه کردم، شامم نخوردم، پولی هم دعوام کردم و به من گفتن دروغگو. در حالی که من میخواستم اونجور که مامانم از فرشته تعریف میکنه بابام هم از من تعریف کنه، میخواستم هر دوش من دوست داشته باشن اما نشد. خانم ما اینقدر دروغ گفتیم که ازمون تعریف کنن، اصلا رو نرفتیم خانم تعریف کنن. بمونه برای هفته بعد از این کاری نادره جون، هفته بعد گوش میدیم. تو برای من تعریف کنی؟ بله خانم. قربونت شکلت برم. بیا یا علی بشین بازی تو بکن. مجید یادت نره امروز زود بیا یا بیا ماما. بیا عزیزم. نشین رو اینا. امروز نمیشونم بیام، الان یادم اومد کار دارم. یعنی چی؟ نمیشونم بیام. این دو روز ساعت 4 بیا. من برم اینا رو تحویلشون بدم برمیگردم. ببینن من میتونم این کارا رو انجام بدم. تو میتونی بابا. تو میتونی جهنم درست کنی. تحویل درست کنی، دفترش رو بده. کارت هم خونه نمیذاری بیرون. کارت رو میدم به یکی دیگه. میدم به یکی دیگه به درک. راحت میشم از شهر تو با این کارات، با این پارچه و غرغره و بزک و دوزک کرا میدی. یه هفته هست دارم زحمت میکشم مجید، خرجی میکن میاد. به تو چه خرجی؟ به تو چه نمیری بیرون؟ یک کلمه. نه یا من میرم. چیکار میکنی؟ من قول دادم. چی گفت؟ نه قول رو فهمیدم. بعد اینجوری پر 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 چشات برام نگو. چیکار میکنی؟ این بچه رو میذاری خونه تنها میخوای بری؟ نه اینکه بچه نیست، درستا رو نگه میداره. من نیم ساعته میرم بیرون. نمیری بیرون؟ یک کلمه نه جون نسرین، اصلا کار دارم. خب نمیتونم، همین بری بیرون میزنمت خونه ای. بدخمی نکن. نه دیگه. چرا دیگه نمیخوام تو کمک خرج من باشی. تو خب اینطوری که نمیشه. چطوری میشه بشینیم درست حسابی صحبت. الان حرف بزن بفرم. شما صحبت بفرم. چی میگی؟ تو میخوای من پول در بیارم یا نه؟ نه والله نمیخوام تو پول در بیاری. خرج مدرسه این بچه رو کی بده؟ پولم کردی تو؟ رو خدا مجید من از تو این بچه دومت بیزارم. نمیخوام. بیار شدی بس کتل خوردی. بیار شدی. من نمیخواستم این زندگی رو اینجوری. تو کردی. نمیخواد این پول تو به درد قرقره و نخ و کوک و دوکت میخوره. به حضرت عباس با تو از خونه بزنی بیرون زدمه. یک کلمه. خدا مجید میای یا نه؟ پدر سگ. مامان ساعت 4 شده، بابا نیومده. من میرم اینا رو تحویل میدم برمیگردم. باشه مامان، مواظب به خواهرت باش. من زود میام. مامان درو، بابا کتکت میزنه. مامان این حرف چیه میزنی؟ بابا شوخی میکنه. من میرم زود برمیگردم. باشه. مامان درو. الو. سلام. مامان تو صدا بزن کار دارم. نسرین نشنیدی؟ بله بابا. میگم مامان تو صدا بزن. آخه چیه په؟ مامان داره درسا رو میخوابونه. وقتی خوابی میگه به شما زنگ بزنه. نمیخواد. حالا خودم بعدا زنگ میزنم. خداحافظ. خب خانم شما به من بگی من کار بدی کردم که به بابام دروغ گفتم؟ آخه خانم اگه نمیگفتم شب مامانم رو کتک میزد. بذار فکر کنم بعدم بهت میگم. خانم به خاطر دروغی که گفتم منو جهنم میبرن؟